اینجا در شهرک صنعتی هرات به تازگی دو کارخانه تولید مواد غذایی و لبنیات آغاز به کار کرده است و قرار است به زودی کارخانه تولید دارو نیز به فعالیت آغاز کند. مقام های وزارت صنعت و تجارت میگویند روند توزیع نمرات زمین به صنعتکاران ادامه دارد و بیش از 300 تن از بازرگانان منتظر دریافت زمینند. بیشتر از 320 فرم آماده است که منتظر شورای عالی اقتصادی ایم که اونا بیان زمین بگیرن و سرمایه گذاری کنن. هیچ سرمایه گذاری از 100 هزار کمتر نیه تا 27 میلیون و 30 میلیون دلار هم هست. این یک رشد نشون میده که رشد اقتصادی افغانستان انشالله رو به بالا است. در کارخانه های تازه تأسیس حدود 500 تن شامل کار شدند. مسئولان اتاق صنایع و معادن میگویند تنها در بخش کارخانه داروسازی 5 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که قرار است به زودی افتتاح شود. در کل اودن 10 میلیون دلار سرمایه گذاری شده امرای فابریکی دواسازی که تنها 5 میلیون دلار امروز بازدید میشه از او. هنوز افتتاح نشده. در حال این کارخانه ها تازه کار تولیدشان را شروع کردند که در یک سال گذشته 130 کارخانه به دلیل ورود کالاهای مشابه و وجود فساد اداری و ناامنی غیر فعال شدند. والی هرات هم تاکید می کند که تلاش ها به خاطر جلوگیری از ورود کالاهای مشابه ادامه دارد. عیناً جنسی که ما تولید میکنیم جنس های خارجی میآیه، بدون گمرک از راه قاچاق ما نمیتریم. حال کاش که اونا گمرک شون، ما مشکل نداریم. تمام گفتگوی ما و اتاق صنعت هرات همی بوده برای جلوگیری از کالای مشابه که موجب رکود میشه اقدام بکنیم. تا یک سال گذشته حدود 300 کارخانه در شرک صنعتی هرات فعال بودند، اما در حال حاضر تنها 170 کارخانه فعال هستند.